گزارش های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه ای که در اختیار داریم درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد. شدت گرفتنی حرارت هوا تابستانی سال روان باعث سر زدنی آفات‌های طبیعی در ناحیه‌های کوهی تاجیکستان گردید. تاریخ 16 ایول سال جاری سیل به دهه‌ی برسین فرآمد، مجرای دریای خون را گرفت که در نتیجه کوله به درازی 2 کیلومتر را ایجاد کرد. این آفات خسارات زیادی مالی به دنبال داشت. از جمله 80 خانواده ضرر جدی دیدند. 5 پل و 2 مکتب به پوراگی خراب گشتند. خوشبختانه یگان خسارات جانی به قید گرفته نشده است. ساکنان این محل را به جای بی خطر کوچوندند، اما کولهای با وجود آمده همانو نگران کننده اند، زیرا این کولها خطری کنده شوی دارند، حدس میزنند کارشناسان. در چنین حالت دیهه های پایانوب میتوانند پورا زیر آب مانند. خورشید درخش موضوع را ادامه میدهد. سید عارف سید عباسوف یکی از آن افراد است که اصل به دهه برسم آمده آسیب دیده است. او را با دیگر ساکنان دهه به منطقه نسبتاً به خوف کوچانیدند. سازمان های بشردوستانه جهانی در اینجا خیمه گذاشتند. مردم با غذای سری وقتی، موادهای طبی و سانیتری و دیگر لوازمات اولیه تامین کرده شدند. ساختمان خانه های نو برای آسیب دیدگان نیز در همین مکان مقرر کرده شده است. زیاده از 35 روز در همین خیمه زندگی میکنیم. تمام همین شرایط هایی که برای ما لازم است ما هیا شده گیم. در خواهنده هم ما امید داریم که به خانه های نو میکوچیم. خانه های نو هم در عرفه سپاریدن هستند. جان از دست نشود. اعمال ملک از دست شدگی یعن یافتن آسان است. حقیقتا همین چند روزی که در همین جا زندگی میکنیم شب و روز برای ما مواد خوراکوالی، مواد پوشاکوالی برای فرزندان ما مواد مکتبی وارد شد. سال روان در کشور نزدیک 20 حالت فرآمدن سیل به قید گرفته شده است که سببش را به آبشوی پیریخو ربط ندهند. انور حمیدوف متخصص کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میگوید امسال حرارت هوا در بدخشان کوهی نسبت به سالهای قبلی به مراتب بلند بود. سال جاری در تاجیکستان از معیار مقرری از 2 تا 5 درجه در بعضی مواضع ها حرارت زیادتر بود. عموما در بلندکوههای تاجیکستان چنین حالت سالهای طولانی مشاهده نگردید و این حالت البته به تاثیر نموند، چونکه تاجیکستان یکی از دولت‌های آسیب‌پذیر است. خساراتی که سال جاری در تاجیکستان مشاهده گردید در نتیجه آمدن سیل، بارانهای کوتاه مدت شدید که در بعضی منطقه‌های تاجیکستان مشاهده گردید و در نتیجه آمدن سیل‌های خیلی گویا غیر چشم داشت مشاهده گردید، البته حالت غیر مقرری در تاجیکستان منصوب می‌باشد. جمیله بایدلویوا سرداری مرکز آب و هواسنجی اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان میگوید از روی تحلیل‌های پیشکی حرارت هوا در 3-10 سال دیگر باز هم بلند گردیده، در منطقه های کوهی تا 1 درجه و در وادی ها تا 2 درجه پیشگویی میگردد. بلند شوی حرارت هوا با بارشات برق در زمستان هم تاثیر منفی دارد. الکای همه تحلیلی که کارگرای اگنتی و باشنسی گذرانده بودند نشون داد که الکای در وادی زرفشان پیرخوی که نو قدر پر حجم بودن الکای نشده گی. فقط یعنی که خوب مونده است و تموم. در منطقه های کوهی تو به مرکز نیست قسمان پیرخوی نو قدر پر حجم الکای نشدن یا قسم زیادی از دست داده گی. ولی در منطقه بدخشان که کلانترین بزرگترین پیرخوی که در این منطقه جوگی شدن، چون که ویو دلبرندی از 4000 بلو قسمان جوگی شده گی، تحلیلو نشون میدهد که تو 25-30 فیصدی حجم اونو نیست خوش یفته شده است. و اگر چنین بلانشوی حرارت هوا رو و 2050 طولانی بودنی حرارت هوا رو نشان خواهد داد، احتمال است که نیست کردن و پیرخوی بزرگی ما احتمال است که 50 فیصدی حجم خود رو از دست دهند و بعدا ما با کم آبی آوردن میرسونیم. تاجیکستان از تغییرابی اقلیم و عاقبت های منفی آن سخت وابستگی دارد. در کشور لایحه های زیادی مختلف عاید به پس کردن خطر آفات های طبیعی چی از جانب سازمان های جهانی و چی از جانب وزارت و خدمات های
جمهوریمان راه اندازی میشوند. تاجیکستان اینچنین از ذخیره های زیاد طبیعی آب وابسته بوده، قابلیت پست مطابق شوی با تغییر آب اقلیم را دارد. اساسا از همین سبب تاجیکستان به برنامه پیلوتی اوید به مطابق شوی به تغییر آب اقلیم پذیرفته شد. میگوید ظفر محمودوف، هماهنگ ساز لایحه بهداشت زمین در کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. برنامه از یک چند لایحه های کلان حجم سرمایه گذاری عبارت می باشد که آن خدمات آب و هوا سنجی را در مملکت مستحکم می کند و فرمرها و خواجگی های دهقانی برای استوارشوی نسبت تغییریابی اقلیم و نگهداری ذخیره های طبیعی مساعدت می کند. استواری بخش گیدراینرژتیکا را بلند می بردارد. به اهالی که در حوزه دریای پنج زندگی می کنند برای مقاومت به شرایط های منفی تغییریابی اقلیم کمک می کند. مبلغ عمومی این برنامه در وقت استخشوی 50 میلیون را تشکیل می داد. حالا باشد در نتیجه گفتشنیدها با شریکان ترقی و اعضاشوی دیگر لایه های هم مقصد مبلغ این برنامه زیاده از 160 میلیون دلاری آمریکایی رسیده است. تاجیکستان که منبع پیریخ هست و سرچشمه آب تازه به حساب می رود، منفعت دار است که این نعمت بی‌بها را حفظ نماید و همین خاطر برای پس کردن پرتاب های زهرآلود چاره های عمیق اندیشیده می شود. به اندیشه انور حامیدوف، متخصص کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، پرتاب های زهرآلود از کشورهای خارج و آبشوی پیریخ های ما بیشتر تاثیرگذار می باشند. ما در یک منطقه جویده شده ایم که در اطراف تاجیکستان چند دولت های بزرگی اخراج کننده گاز های پرنگی هستند، دولت های پیشرفته صنعتی. هنگامی که خود تاجیکستان گویا که یک کشور خرد است از سیاره، لیکن وقتی که پرتافت از دیگر قسمت ها زیادتر است، این عامل ها تاثیر زیادتر دارد با ما، چون که از روی پرتافت ها گاز های پرنگی تاجیکستان در قسمت جهان جای 150 را اشغال می‌کند و در دولت‌های آسیای مرکزی از همه جای آخران. عین زمان از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی چون بانک آسیای رشد و بانک جهانی استراتژی ملی مطابق شوی به تغییر آب اقلیم طراحی می‌گردد. لایحه مذکور تا آخر سال برای عملی شدنش به حکومت کشور پیشنهاد کرده می‌شود. می‌گوید فیروز سعیدوف، یکی از طراحان این لایحه، این لایحه پیش از آن روانه کرده شده است که کم کردن سطح تاثیر اقلیم، یعنی مطابق شوی وسایت اقلیم و این استراتژی اساساً 5 سکتور اساسی اقتصادیات تاجیکستان را در بر می‌گیرد. این پیش از همه خواجگی قشلاق، کشاورزی، سایه انرژتیک و آب، سایه نقلیات و سایه اجتماعی، این سایه تندرستی، معارف، مسائل گندری، مسائل حفظ طبیعت و حالات‌های فوق‌العاده. و ما حاضر علاقه از تمام تشکیلات و وزارت‌ها زیاد از 100 لایحه اینویسیونی گرفتیم و آن را دیده برآمده ایستادیم. در جهان تاجیکستان در قطار 16 دولت است که همچون منطقه پیلوتی اوید با تغییریابی اقلیم انتخاب گشته در آسیای مرکزی یگانه به حساب می رود. عملی استراتژی ملی مطابق شوی با تغییریابی اقلیم تا سال 2030 پیش بینی شده است. از روی نقشه تا آن زمان باید که کارهای نظاره اوید با مطابق شوی با تغییریابی اقلیم انجام داده شوند. متخصص کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان انور حامیدوف راه دیگری معتدل نگه داشتن تغییریابی اقلیم را پیشنهاد می کند که آن هم در بنیاد آب و انبار معنی داد می گردد. در سالهای آینده تا سالهای 2040 2050 زیاد شوی آب دریاهایی که از حساب پیریخ و برف جاری می شوند، یعنی دریاهای پنج، دریای وخش، دریای زرافشان، در اینها زیاد شوی آب مشاهده می گردد و بعد از سالهای 50 60 در اون وقت کم شوی جاری شوی آب دریاها مشاهده گشتنش ممکن است. برای همون البته در این سمت باید که ما یک همکاری زیج داشته باشیم با دولت‌هایی که در حوزه دریای امو، دریای سر، دریای جوی گرند و در این سمت جهتی روخوی پس نمودنی تأثیری تغییریابی و اقلیم و مطابق شوی با چنین حالات ها موید که علاقه چوره جویی کنیم. بندشه کارشناس، اگر ما در 10 ساله نزدیک امکانی ساختن آبانبار در کشورهای بالا آب را نیابیم، پس طبقی تحلیل ها بعد سالهای 2005 این امکان را کاملا از دست خواهیم داد. محض آبانبار ها باعثی کم شدن سل و حفظی آبی آشامیدنی پولیزی میگردند. خورشید درخش، دوشنبه. سومیونی گرامی، این بودن همه چیزی که میخواستیم امروز برایتون رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور با دستگیری سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا موده شده است. باشما بودم من، فرزانه عبدالقیس.
گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما می توانید در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.kabar.asia و همچنین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، و می خویم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسائل روز صحبت خواهیم کرد.